پس ادامه میدیم پندرلز روزانه پاشا و یقل روز سه شب. امروز مسلمان در مورد کسایی که ریاست طلبی میترم دوست دارم چی میگن؟ بله دوست دارم. بله فرمان میگه که کسایی که هست سرارا و اکادی قاشمه، کسایی که ریاست طلبی و دنبال کابود هست، میگه خیلی مشکله، میخواد اشکار کنه، تشوبه بکنه و به خاطر گعبا هستش و گاه وقت هست که به خاطر ریاست طلبی میاد ترسی به خوده میزن رو جماعه شد بشن. یعنی یه چیزایی میگه که یه اعلام میکنه که واقعا ناحقه. هم یه کسایی که چنین کاری که میکنن میگه از این دنیا منقطع میشن و نسلشون هم بچه هاشون موفقیت و زندگی نخواهد داشت. برای همونجور که پیدا میکنیم در مورد یروبام به اصطلاح پادشاه اسرائیل رو تشکیل میده بعد از شلومو هملخ و متأسف به خاطر ریاست طلبی بوده، هم خودش چی شد میگه که متروک شد، هم بچه هاش و خیلی غلام ها هم نداره. شاول اولین پادشاه اسرائیل میگه موقع که شلومش گفته میخوای پادشاه بشی، میگه این چیز نکرد، این اصلا موقع میگه اصلا دنبال چیز نشده، دنبال پادشاهی نگفت من کی هستم، من چی هستم. بعدا فرار میکرد، گفت من پادشاه ایسایشم نوه. آخر کاشتش آخر کار موقع که رفتش و جنگ عمالک رو نکشت انجام نداد، شما گفت دیگه ساری عشنگ پشیمون شده که تو پادشاه شدی و تو نگه پشیمونه دیگه. عشنگ گفت از رای برگردونده میه اعترام من بده جلوی ملت و چرا کنند و یعنی گفت که آقا من پادشاه ناستم و تو یه کمی هوای ما هم داشته باش. و لمعیس آخر که خودش رو سبر خوبت شاشن تو جنگ کشته شده همش به خاطر همین ریاست طلبی. نیکس تو میشنه پیغاوت میگه حسادت و کسایی که دنبال هوس هست و حوث خودشون، کسی که دنبال عزت و کابود هستن چی هستن که از این دنیا بری میکنه. و خخان گفتن که ربان کسایی که ریاست طلبی هستن باعث قبر صاحباش میشه، چون که ممکنه که طبیعت تکبر بکنه. و در مورد پادشاه تأکید میکنه که دوتا صفت را بگیر، حواست باشه که تکبر نکنی، به خاطر طول عمر پیدا میکنه برای یه پادشاهیش. اگه میخواد طول عمر پیدا کنی گعوا بیز کنه. اوکی بعدش بعدم صحبت کنیم توی این مورد. شوخانوخ مینویسه کسایی که یه عذر موجه دارن که نمیتونن کوریم اینجا باشن، گفتیم که از چند روز قبل میتونن برن، میتونم بخونم سه روز قبل که من میگم خواهم تقانه که میشنه اولی میشنه یه مسخت مگیلا که برای عوضی بیشتر برای کسایی بودن که تو دعاتا بودن، کسایی میومدن روزای استرال فیلی مارکت داشتن، چی میگن جمعه بازار اینا داشتن، دو شنبه و پنج شنبه، چون که دو شنبه که میاد دیگه نمیخواد هم مگیلا گوش به تو برید. سه روز قبلش گفتن که اشکال نداره، کسی هم گرفتاری پیش اومد اینجا میاره سربازی بعد بره بعد خدمت و اینا و اونجا اکسس نداره به چیز، یعنی فرش میگیلا بخونه، میگه میتونه از سه روز از 11 ماه ادا بده میتونه بده. و میگه شوهام میگه که پس سه روزه که به اصطلاح سر سجاشه میشنه گفته. و میگه چین عقیدی هم وارده که اگر شاید از اول ماه ادا چون عقیده وارده که میتونه چکار کنه که میتونه مگیلا بخواهده بدون برخا و برخا نمیتونه بگیره بدون برخا. و بعد سنتی میگه صحبت اگر نه میگه که یه خونه که اقلا یوسه شده بدون برخا میخونه. بله حتی میشنه برای میگه که بهتره که مثلا ده برخا جمع بکنه دست بست، حتی میگه ده تا ده برخا بچه هم بیاره اونجا هم بره خونه، بازم میگه بازم قبوله. البته تاکید میکنه که فقط ما در مورد میگیره اصلا که صاحب میگه، ولی متانات لاهویانی غذا خوردن اینا باید حتما هم روز پوریم باشه، بود دیگه میفهمید چه چه بود دیگه، من تاکیدی وجود نداره که چیز بد باشه. اوکی.